شبکه اجتماعی گزارشگران رنا با همکاری دوست خوبم جناب پتیونی مدت 5 ماه میشه که فعالیت میکنه و فعالیت هایشان در حوزه های مختلف گزارش نویسی میباشه. نظر به لزوم دید و نیازهایی که دانشجویان بخش ژورنالیسم داشتن، ما این شبکه را تأسیس کردیم و انگیزه خودش انگیزه نوشتن، عشق نوشتن و علاقه نوشتن بود که ما به تأسیس چنین شبکه دست زدیم. اما خوشبختانه توانستیم یک جایگاه خاص را در دانشکده ژورنالیسم دانشگاه رنا پیدا کنیم و همچنان بیشتر از 40 تن دانشجویان آمدن عضو شبکه گزارشگران رنا شد و فعالیت ها را آغاز کردند. ما این شبکه را تأسیس کردیم به هدفی که تا روز بتانیم یک زمینه ساز خوب به فعالیت های دانشجویی باشیم و بتانیم از این طریق در میان محصولین، در میان دانشجویان ژورنالیسم ظرفیت سازی کنیم و اونا را حرفه‌ای تر بسازیم در حوزه گزارش نویسی مطبوعاتی. شبکه اجتماعی گزارشگران رنا متکی به یک موضوع خاص گزارش مطبوعاتی نیست، بلکه در حوزه های مختلف گزارش تولید میکنند. گزارش های موضوعی است، گزارش های تفصیلی است، گزارش های تحلیلی است، گزارش های خبری است و همچنان در آینده ها پلان ما اینمی است که بخیر روی موضوعات گزارش های تحقیقی کار کنیم تا بتوانیم یک پرده برداری از واقعیت های روز افغانستان کنیم. در این حدود 5 ماه یک کارگاه آموزشی دایر کردیم تحت عنوان گزارش نویسی مطبوعاتی که به 6 روز بود. هدف از ایجاد کارگاه ما بلند بردن سطح ظرفیت دانشجویان در نوشتن گزارش های خبری بود، گزارش ها در مطبوعات و برنامه های بعدی هم همچون به کارگاه ها داریم برای تیم گزارشگران ما که بتونن در کارگاه های عکاسی باشد، ویراستاری باشد و همچنان کارگاه های وبلاگ نویسی باشه. خوشبختانه یک تن از استادان دانشکده ژورنالیسم دانشگاه رنا همراه ما هستند که یک امتیاز فوق العاده ای به گزارشگران رنا داده است که همه با یک باورمندی و یک انگیزه بالا آمدن همراه ما کار میکنن. در قسمت تحقیق گزارش ها و ویراست گزارش ها استاد محترم جناب سید نایل ابراهیمی که واقعا گزارشگران رنا و هیئت گزارشگران رنا مدیون استاد هستند. زمانی که من خواستم به گزارشگران رنا بپیوندم، در قدم نخست از طریق نماینده های خود گزارشگران رنا بر ما اطلاع رسید که هر کسی که شوق و علاقه دارند به گزارش‌های مطبوعاتی میتونن با ما بپیوندن. در طول دمایی که خودم در گزارشگران رنا فعالیت داشتیم، 3 گزارش تهیه کردیم و چند گزارش دیگه هم زیر دست است که عنقریب انشاءالله به نشر خواهد رسید. و اولین گزارش ما گزارش موضوعی مکان بود که از مسجد شاید شمشیره رفتم تحقیق کردم و گزارش تهیه کردم. نظر به فعالیت های ما و نظر به کارکرد هایی که داشتیم، هیئت رهبری خود گزارشگران رنا، ما و یک تن از شاگردان دیگه در بین 37 نفر تانستیم که جایگاه ویراستاران بر خود بگیریم و در این مدت تانستیم که در بخش ویراستاری نیز تدریسی داشته باشیم و آموزشی که از ویراستاری گرفتیم در مدت 1 هفته کوشش کردیم تا اینکه ویراستاری یعنی چی و چگونه میتونیم ویراستار خوب باشیم کوشش کردیم بخونیم. خاطر جالبم امروی دوستم بود، میخواستیم گزارش تهیه کنیم با وجودی که زیادتر بلدیت به گزارش نداشت. آمد خواهش کرد، گفت اگر گزارش امرویم تهیه بکنی. ما تانستیم اگر خلافم بگویم شاید شده باشه، اما گزارش امرویش کمک کردم تهیه کردیم، اما خیلی او تاثیرگذار بود برش، خیلی زیاد، با وجودی که سهم کمتر گرفت اما آنقدر بالای ذهنیتش تاثیر کرد که حال خودش میگه من خیلی او گزارش بر من تاثیرگذار بود با وجودی که کار کمتر کردم، اما خیلی نامم به بلند رفت به ای که من حال انگیزه زیر گرفتیم که اگر نتانم باید کار بکنم.
پیام ما برای مسئلانی که در دوری لسانشان کار فعالیت نمیگنه است که از فرصتهای کم که دارن باید استفاده فراوان کنند. نه تنها در بخش گزارشگری بلکه ما بخش های مختلف دیگری نیز داریم. میتونن در هر کدامشان اگر علاقه و استعداد خاصی داشته باشند، چی در نوشتار است، چی در گفتار و یا در رفتار بسیار خوب، میتونن اشتراک بکنن و در برنامه ها اشتراک بکنن، به خاطر از اینکه صحیح عمل یک چیز واقعا تعجب انگیز برای هم است. بیاین ما وقتی دانشجو هستیم خود ما به خود زمینه ساز باشیم، زمینه ساز کارهای باشیم که بتونیم اقلا به جامعه خود خدمت کنیم، به مردم خود خدمت کنیم و خود از این بحرانی که قرار داریم از این بحران نجات بدیم. رنا، شکوفایی استعدادها.